کریسمس، درخت‌های قشنگ کاج مخصوص کریسمس، رسم و رسوماتشون، لباس‌های مخصوص این روز، با ما همراه باشید. جشن کریسمس برای مسیحیان مثل جشن نوروز برای ما ایرانی ها هستش. مسیحیان روز ولادت حضرت عیسی مسیح با عنوان کریسمس جشن میگیرن. این روز مانند نوروز ما آداب و رسوم خاص خودش داره و همینطور زمان خاصی داره. امسال کریسمس شنبه 4 دی 1400 شمسی هستش، مصادف میشه با 25 دسامبر 2021 میلادی. رسم و رسومات این عید، یکی از مهمتریناش میتونیم بگیم درخت کریسمسه. مدت ها پیش از ظهور مسیحیت گیاهان و درختان سبز معنی خیلی خاصی داشتن برای مردم. برای همین تو فصل زمستون سعی میکردن این درختان سبز رو داشته باشن و مردم حتی برای تزیین از این درخت ها تو خونه هاشون استفاده میکردن. در آلمان که میگن در حقیقت بعضی معتقدن که این درخت کریسمس از اونجا نشأت گرفته اومده، افسانه مختلفی در این باره وجود داره و ایده پردازی مختلفی میشه. برخی به این باور هستند که شکل مثلث همون سگان باوری توی آیین مسیحیت هستش. حالا سگان باوری چی هستش؟ مسیحیت اعتقاد دارن که خدای یگانه در سه شخصیت خدای پسر، خدای پدر و خدای روح القدس هستش. این ستا ذات یکسانی دارن ولی از همدیگه متمایز هستن. به این میگن سگان باوری تو مسیحیت. و این سگان باوریاش حالت مثلا اون درخت کاج و سنوبر در نظر میگیرن. یکی از رسمای دیگه در کریسمس جوراب کریسمس هست. جوراب بلندی که کودکان هنگامی که میخوان برن بخوابن اونو تو اتاق نشیمن آویزونش میکنن، که اکثرن هم اگه خونهشون شومینه داشته باشه کنار شومینه یا روی شومینه آویزونش میکنن، چون بر اساس داستانشون به این باور هستن که بابا نوئل از تو دودکش شومینه هدایاشون رو میندازه، برای همین اون هدایا برن تو جوراباشون قرار بگیرن و صبح روز کریسمس وقتی بلند میشن و میرن تو اون جورابا دنبالش میگردن. که جدیدن در آمریکا و شهرهای دیگه جهان هدایا رو زیر درخت کریسمس قرار میدن. لباس های کریسمس اکثرا لباس هایی با تصاویر و نمادهای کریسمس، میتونه شامل برف باشه، گوز باشه، شکلات، دسته عصای شکلاتی، سورتمه، بابا نوئل، فرشته های آسمونی، آدم برفی، چیزای دیگه میتونه باشه که روی اون پولیمرشون کشیده شده باشه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. اگه ویدیومونو پسندیدین و دوست دارین ویدیوهای بعدیمونو ببینین، لطفا ما رو سابسکرایب کنین.